سلام و وقت بخیر به برنامه ارگ 93 خوش آمدید. افغانستان بدترین نقطه جهان برای زنان. گاهگاه همچنان در افغانستان بدترین و زشترین عمل اجتماعی با زنان این کشور صورت میگیرد. افغانستان کشوری که اکثریت زنانش هنوز از حقوق ابتدایی حتی اسلامی خود نمیدانند. حالا همچنان نگرانی های وجود دارد که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان و با آمدن حکومت جدید در کشور وضعیت زنان این کشور چگونه خواهد بود و برنامه های نمزدن انتخابات ریاست جمهوری برای بهبودی وضعیت زنان در کشور چه است؟ در برنامه امشب ارگ 93 به بررسی همین موضوع میپردازیم. مهمانان که دعوت ما را پذیرفتن و در بحث امشب شرکت کردند، خانم آزیتا رفعت، مسئول بخش مطبوعاتی تیم تحول و تداوم بر رهبری دکتر اشرف غنی احمدزی و همچنان خانم فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان با ما هستند. مهمانان بسیار خوش آمدین. تشکر. خانم کوفی، در آغاز شما میخواییم بپرسم، آنچه که آسیب شناسی میشه از وضعیت زنان در کشور واقعا چقدر میتونه که با همو استانداردها برابر باشه و واقعا بتونه که دو نمزده که حالا برنامه ساختن برای بهبودی وضعیت زنان، وضعیت زنان در آینده بهتر بسازن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بارد سلام خدمت شما مهمان محترم و بیننده های عزیز. در مورد ارزیابی وضعیت زنان، البته نمیشه وضعیت زنان در افغانستان ارزیابی کرد جدای از اینکه سایر مسائل اجتماعی را ارزیابی کرد. یعنی مسئله زنان در افغانستان یک مسئله تاخته جدا بافته از سایر ناهنجاری های اجتماعی نیست. وقتی از حقوق بشری زن صحبت میکنیم، در اونجا حق امنیت شامل است، حق دسترسی به تحصیل شامل است، حق کار شامل است، حق دسترسی به عدالت شامل است. تمام مواردی که در پرنسیب های حقوق بشری شامل است، شامل حقوق زن میشن. و پیشرفت هایی هم که ممکن است صورت بگیره در امی چوکات میتونه صورت بگیره، اما طبیعتاً بعضی از مشکلات زنها است که نیاز به توجه خاص داره، از جمله مثلا خشونت ها، از جمله مثلا مسئله فقر زنان در افغانستان به این دلیل نیاز به برنامه های خاص داره که در نتیجه جنگ های طولانی اکثر زنان شوهرهای خود از دست دادن، اینا نانآور خانواده هستن، سواد هم ندارن. یعنی شما با یک قشر مواجه هستین که اینا سواد هم ندارن، نانآور خانواده هم هستن، برای اینا باید برنامه های دسترسی به اقتصاد، دسترسی به منابع اقتصادی جدا تنظیم شوه. به این سبب است که من فکر میکنم بعضی از برنامه های زنان نیاز به برنامه‌ریزی خاص داره، اما در کل برنامه زنان در افغانستان یا رسیدگی به مشکلات زنان نمیتونه جدای از مشکلات جامعه باشه. البته پیشرفت هایی هم صورت گرفته، ای باید حفظ شوه، جمع از ای که ای باید بیشتر شوه. یعنی ما برای ما بسیار جالب خواهد بود که اگر ما بعد از 13 سال سرمایه گذاری انسانی و پولی که در افغانستان صورت گرفته، ما بیایم و بگویم که بر ما حق بتین که ما به مکتب برم. این دیگه باید یک چیز تضمین شده باشه. دختر ما و زن افغان باید احساس کنه که حقش در جامعه، در حکومت آینده این نیست که برای دعوای یا ادعای مکتب رفته نکنه. حقش این است که بعد از اینکه از مکتب فارغ میشه، از لحاظ سیاسی در کدام سطح قرار داشته باشه، از لحاظ اجتماعی چقدر برش احترام شوه، از لحاظ اقتصادی به کدام منابع دسترسی داشته باشه. این اداره باید بعد از 13 سال داشته باشه. خانم کوفی، شما همچنان در تیم آقای دکتر عبدالله عبدالله کار میکنین، برنامه هایی که برای بهبودی وضعیت اقتصادی زنان دارین چی است؟ ما در تیم دکتر سیب عبدالله به این باور هستیم که همطور که من قبلا به شما گفتم، مسئله زن محور تمام برنامه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی باشه. در تمام از این برنامه ها به شمول برنامه های معارف، تحصیلات عالی، زن جزی از این برنامه باشه، بر علاوه از این که باید اولویت برش قائل شود. در عرصه اقتصاد شما سوال کردین، مثلا پیشنهاد مایی است و طرح مایی است که در بودیجه که ساخته میشه یک قسمت از بودیجه تخصیص داده شود برای ازدیاد کار و کاریابی برای او زنایی که نانآور خانواده هستند، مخصوصا این که افغانستان یک کشور است که در اینجا تشبثات کوچک خصوصی بسیار میتونه موثر باشه. با استفاده از ایجاد شغل از طریق تشبثات کوچک خصوصی یا سرمایه گذاری های کوچک در قرا و قصبات، برنامه ما ای است که فاصله زندگی میان زنان شهرنشین و زنان دهنشین را کمتر بسازیم. به این سبب که بیشترین سرمایه گذاری در 12 سال گذشته به زندگی زنان شهرنشین شد، زنان دهنشین کمتر از این برنامه ها مستفید شدن. برنامه ما ای است، برنامه تدوین شده که ما داریم و توافقی هم که تقریبا صورت گرفته با جناب دکتر سیب، ای است که ما تلاش زیاد کنیم در عرصه اقتصادی این فاصله کم شود از طریق سرمایه گذاری بیشتر،
تخصیص بیشتر بودجه به زنان دهنشین و مخصوصاً سرمایه گذاری بالای تشبثات کوچک خصوصی. سپاسگزار هستیم. خانم رفعت، آنچه که برنامه های شما برای بهبودی وضعیت زنان در کشور در صورت پیروزی تان است چی می باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام خدمت بیننده محترم جناب شما و همکار عزیز گرامی. ما هنوز اینا را ما افتخار زیر داشتیم که دوری قبل با هم دیگر همکار باشیم. دقیقا با نظر داشت از اینکه زنان به حیث یک شهروند افغانستان دارای تمام حقوق هستند که قانون اساسی افغانستان برشان مد نظر گرفته، از این خاطر در تامین حقوق شهروندی جامعه زنان افغانستان باید اولویت ها و حقایق جامعه افغانستان ما مد نظر بگیریم. به این خاطر است که زمانی که ما برنامه خود تدوین میکنیم به خاطر خانما، در برنامه ما پنج اولویت بسیار مشخص وجود داره که ما میخوایم به اساس از او به رسیدگی کنیم به موضوعاتی که مربوط به زنان در افغانستان است. به دلیل از اینکه قشر زن در افغانستان متاسفانه در طول سالهای متمادی همیشه وقتی که از متضررترین قشرهای بوده که اینا بیشتر ضرر بسیار زیاد را دیدن. از این خاطر است که اولویت های برنامه ما یعنی تیم تحول و تداوم بیشتر سر پنج محور میچرخه که عبارت است از مشارکت، از صحت، از تحصیل، از حقوق مدنی و مسئولیت خانم ها هستم که بر هر کدام از اینا خودش اقدامات عملی و برنامه های عملیاتی بسیار مدون و درست مد نظر گرفته شده که ما میتونیم که با تمرکز بر از این ساحات بتونیم که واقعا کمک را به خانم‌ها کنیم. به طور مثال اگر ما در عرصه آموزش تمرکز میکنیم، معلوم دار هست که به اساس همون اصل معروف که وقتی شما بر آموزش یک خانم تمرکز میکنیم به معنای است که یک ملت را با روشنایی مواجه خواهد ساخت. به خاطر است که محور تاثیرات ما در سه بخش است. بیشتر ما سرش تمرکز داریم که یکی بر زنان خانه‌دار هست یا زنانی که در اطراف زندگی میکنن و اینا خب زنان هستند که بیشتر خانه نشین هستند، دخترانی که به مکتب میرن بر از اینا هست و همچنان کسانی که در سطح تحصیل و تعلیم هستند، دخترانی که اینا یا بانوانی که در سطح تحصیل و تعلیم اینا میخواین تحصیل داشته باشن، ایجاد زمینه ها بر از اینا که اینا بتونن از سواد برخوردار شن و بتونن آشنایی پیدا کنن با موضوعات حقوقی خود و بتونن که از حقوق اولیه خود به صورت درستش استفاده کنن و بتونن در تنویر جامعه نقش موثر را هم بر خود و هم بر دیگران داشته باشن بسیار بر ما مهم است. در کنار از مثلا احیای حقوق مدنی خانم ها هست. شما امروز ببینید یک مشکل عمده در جامعه افغانستان با وجودی که قانون اساسی افغانستان در اون تدوین شده که زنان حق شهروندی دارن از تمام حقوق مساوی برخوردار هستن، ولی همیشه برخورد جنسیتی هست با خانم‌ها و همیشه حق بحث جنس دوم با اینا برخورد صورت میگیره. به طور مثال حق ملکیت یکی از حقوق اساسی خانم‌ها هست که همیشه وقت اینا زیر پا صورت گذاشته میشه و هیچ وقت بر از اینا به دسترس از اینا قرار داده نمیشه. در اینجا ظرفیت ما داریم، مثلا در محاکم افغانستان اگر شما برین ما ظرفیت داره، ولی متاسفانه اراده بر تامین از این حقوق وجود نداره. از این خاطر ایجاد از این اراده و در ضمن تاکید بر از اینکه بانوان واقعا بتونن از حقوق مدنی خود برخوردار شن یک اصل است بر ما. اصل مشارکت خانم ها رو وقت ما سرش تمرکز داریم، ببینید در وقت اصل در اصل مشارکت بسیار زیاد نیاز هست که واقعا خانم ها از یک مسئولیت فکری و اجتماعی برخوردار باشن تا بتونن در عرصه های مختلف جامعه واقعا به صورت بسیار موثر و مفیدش اینا قدم بردارن و دوش به دوش برادرای خود مستفید چون از قضای وقت شما مسئولیت نتانه بر خانم ها ایجاد کنین واقعا بسیار زیاد مشکل است که بر عصر مشارکت از اینا شما تمرکز داشته باشین و پیش برین. در کنار از اون موضوعات دیگه هست که امروز اگر شما تمرکز به صورت کلی داشته باشین، ما سه اقلیت اکثریتی در جامعه افغانستان داریم که بابت زنان هست، جوانان هست و افراد بی بضاعت است. در قسمت مخصوص مثلا خانم ها رو شما میدین در خانواده ها که هستن در افغانستان، بعد از قدر سالا ما هنوز یک قانون مدون خانواده نداریم. در قانون خانواده وقت ما صحبت از اون میکنیم، ببینین در افغانستان هیچ یک پالیسی روشن وجود نداره که ما چی تعداد خانواده داریم و در یک خانواده چی تعداد افراد نیاز به کار و چی تعداد نیاز به تحصیل دارن. وقتی شما یک قانون درست داشته باشین در کنار از اینکه در مثلا کنترل جمعیت در بخش دارین و آگاهی پیدا میکنین از نیازمندی های خانواده، شما میتونین از خانواده به حیث یک مولد مفید هم در عرصه ایجاد نیروهای انسانی و هم نیروی فکری از این بتونید استفاده کنید. خانم رفعت، حالا به خاطر هست که من میخوایم که اگر اجازه بدین، به می خاطر است که ما فکر میکنیم که مخصوصا در قسمت فقر زدایی خانواده باید تلاش بسیار عمده صورت بگیره. مثلا یکی از موضوعاتی را که ما مد نظر داریم بیمه اجتماعی هست. امروز ببینین زنان افغانستان چهره را که امروز از زن افغانستان دادم شد، آیا 30 سال جهاد که مردم افغانستان انجام دادن و واقعا کشور اسلامی که ما هستیم، امروز اگر زن میره در جاده تگردی میکنه این معرفش هست؟ نه خیر. و خود اینمی استفاده های ابزاری که از زنان صورت میگه، اینا همش واقعا نگران کننده هست.
نکته مهم دیگه موضوع خشونت علیه زنا هست. ببینین خشونت هنوز جرمنگاری نشده در افغانستان. ما قانون رو داریم تطبیق نمیشه در جامعه افغانستان و باید با عاملین خشونت و کسایی که اساسگذار خشونت هستن واقعا برخورد قانونی صورت بگیره بشکر. و این پدیده باعث یک پدیده منفی در جامعه افغانستان هر روز ریشه میدوانه. به خاطر است که قضایای بسیار زیادی هست که ما در برنامه ما که بر خانما هست در بخش حقوق خانما و در ضمن برطرف ساختن نیازمندی‌هاش هم پرداختیم. تشکر. پس از وقفه کوتاه ادامه این برنامه. خانم کوفی، در صورت پیروزی سهم زنان در حکومت آینده چگونه خواهد بود؟ اولا خب ما باور میست که یک مسئله ای است که ما برای رسانه ها و به خورد ملت پیامی را میتیم و کمتر به او باور داریم. دوم مسئله ای است که ما با آنچه که میگیم تعهد داشته باشیم و باور داشته باشیم. خوشبختانه با جمع شدن تعداد زیادی از کسانی که باور دارن به حقوق زن و به برابری در تیم دکتر سیب عبدالله، من فکر میکنم که اعتماد مردم نسبت به اینکه آنچه گفته میشه تنها در حد شعار نباشه بلکه در حد عمل باشه بیشتر شده. و می اساس است که ما برنامه را تدوین کردیم که برنامه عموم مسائلی که من قبلا به شما اشاره کردم، بر علاوه از اینکه ما در تمام عرصه ها زنان را می خواهیم که مدغم باشه حقوقشان، بر علاوه از او مسائل خاصی که مربوط به زنان میشه هم برش رسیدگی صورت گرفته. این برنامه یک برنامه طویل تقریبا میشه گفت 15 ماده ای است یا 15 فقره ای است که هر کدام از او تمام ناهنجاری های زنان امروز با یک بک‌گراند که به مشکلات اول پرداخته شده بود از او راه حل برش ارائه شده. عمدترین مسئله ای را که ما برش پرداختیم و میخواهیم سوال که شما کردین مسئله مشارکت سیاسی یا سهم زنان در حکومت آینده است. ما بر علاوه از اینکه 25% حضور زنان را که قانون اساسی را تضمین کرده، تلاش ما این است که 25% حضور زنان در شورای ولسوالی و شورای ولایتی دوباره در قانون انتخابات اعاده شود تا از او طریق ما تغییرات کلی را در سطح جامعه وارد کنیم. متاسفانه شما شاهد بودین که در یعنی قانون... خانم کوفی، فکر میکنین که تنها سهم بودن زنان در قدرت میتونه که تأمین بکنه همون مسئولیت زنان را؟ ما باور داریم که بدون مشارکت سیاسی، یعنی بدون شمولیت زنان در سطح رهبری، تغییرات در سطح جامعه ناممکن است. شما نمیتونین از معارف زن صحبت کنین اگر زنان رهبر نداشته باشین که الگوی خوب در معارف باشن. با عنوان مثال 10 سال قبل در مناطقی که احتمالاً مردم حتی پسر خود اجازه نمیداد که به مکتب بره، امروز به خاطر از این که از اونمو مناطق زنان نماینده هستن که اینا تانستن در زندگی عموم مردم تغییری را بیارن، اونمو مردمی که 10 سال قبل اجازه نمیداد دخترشان پسرشان به مکتب بره، امروز میان تقاضای مکتب دخترانه میکنن. این به این معناست که ما الگو سازی کردیم، ما به اصطلاح الگوهای خوب به جامعه ارائه کردیم. بنان شما نمیتونین از پیشرفت اقتصادی صحبت کنین تا زمانی که زنان در سطح رهبری در برنامه های تصمیم گیری اقتصادی شامل نباشن. بنان ما عمدترین فوکس ما و تمرکز ما این خواهد بود که سهم 25% معیار باشه بر تصمیم گیری ها در آینده، با تفاوت از اینکه احتمالاً ازدیاد پیدا کنه. ما باور ما است که ما آنچه را که داریم را حفظ میکنیم، با تفاوت از اینکه ممکن اضافه شود، بعض سیت های کابینه ممکن اضافه شود بر زنان و جوانان، بدل از اینکه ما تیمایی را در تیم اصلاحات و همگرایی داریم که اینا در گذشته ها محور برنامه هایشان زنان بود. دوم چیزی را که ما برش باور داریم و برش میپردازیم مسئله تعلیم و تحصیل و به باریکی که برنامه ما برش اشاره کرده به او میپردازم. اولا ما در قسمت تعلیم تنها از کمیت صحبت نمی کنیم. ما تنها از شامل شدن دخترها به مکتب صحبت نمی کنیم. ما تنها ای را حمایت نمی کنیم که امروز چند میلیون دختر به مکتب میره. ای بسیار مهم است. ما از این حمایت می کنیم که چند میلیون دختری که به مکتب میره چگونه ما برنامه های را روی دست بگیریم که اینا در مکتب باقی بمانند. و زمان هم قید میشه که یعنی در چند سال، در چند ماه یا نه باید دوامدار کار صورت بگیره؟ ما برنامه هایی را که روی دست میگیریم آرزو داریم بعد از اینکه ما پیروز شدیم 5 سال بعد دیگه انتخابات میشه حکومت آینده هم که میه ایره ادامه بده. ما می نقطه که بسیار باریک است میخوایم اشاره کنم برای اینکه بسیار مهم است. ما برنامه های ما است که بعد از اینکه دختر به مکتب میره یک سرکل یا یک دوران دوروی را بپیمایه، به این معنا که وقتی به مکتب میره چطور در مکتب حفظ شوه، چی برنامه های روی دست گرفته شود تا مسئولیت مکتبش تامین باشه، تا معلم زن برش فراهم شود، تا کتاب و قرطاسیه برش فراهم شود که فامیل و خانواده اجازه بده او در مکتب باقی بمانه. بعد از او که از مکتب فارغ شد
یک تفاوت کلی را بین دختری که از مکتب فارغ میشه و اوی که با پانتون دانشگاه را پیدا میکنه شما ما شما شاهد هستیم. 22% دانشگاهیان یا پانتونی ها را دخترها تشکیل میدن، 1% پایین است. ما میخواهیم یک توازن را از طریق راه اندازی برنامه ها، نه تنها پانتون ها بلکه مراکز تعلیمات اسلامی. مبارزه ما مبارزه حقوق اسلامی زنان افغانستان است، فراموش نکنین. ما فمینیسم اسلامی را دعوایش داریم. مبارزه ما مبارزه حقوق اسلامی زنان افغانستان است. ما میخواهیم که از طریق نهادهای تحقیقاتی برای حقوق اساسی و اسلامی زنان مبارزه کنیم. به این خاطر زنانی که در دانشگاه میرن باید اونا هم رقمشان به مو اندازه زیاد شود که در معارف در تحصیل در دوره ابتدایی است. سپاسگزارم خانم کوفی. خانم رفعت، آنچه که مهم است در حکومت رئیس جمهور کرزی تنها 3 زن وزیر بود. فکر میکنین که اگر شما برنده شوین این روند حفظ میشه یا نه سهم زنان در کابینه بیشتر خواهد شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. گپی هست که وقت ما صحبت میکنیم راجع به فیصدی حضور زنان، 25% فیصدی هست که قانون اساسی امی حال او را بر زنان، یعنی از روز زمان قانون اساسی افغانستان ساخته شد تا حال مد نظر گرفتن. انتخابات یک قضیه فراجنسیتی هست و من میخوام اول از این بپردازم که وقت ما شعار میتیم، شعارهای ما نباید با اون شکل باشه که همیشه وقت عوام فریبانه باشه یا مثلا بستگی به یک طرف باشه. مثلا اگر مرد خار قول است پس زنان چیکار باید بکنن؟ این بسیار زیاد مهم هست که سر از این موضوع تمرکز شد و از امی من فکر میکنم ابتدای روند وقت حرکت میکنیم یا حرفا زده میشه از اونجا مشخص میشه که چقدر تعهد وجود داره به این قضیه که باید واقعا زنان در سطح رهبری یا غیر از رهبری وجود داشته باشن، چقدر تمرکز به برنامه هاشون هست. در کنار از اون ببینیم وقت سهم 25% قانون اساسی میتن، من فکر میکنم این دستاورد نخواد بود اگر ما مو سهم در مو حلش حفظ کنیم، بلکه دستاورد زمان خواد بود که ما واقعا بتونیم که مشارکت زنان رو همه جانبه بسازیم. بر از اونها من باورمندی ما است یا باورمندی تیم مایی است که وقتی ما فیصدی قید میکنیم برای زنان به معنای از این هست که ما حدود عقاید ما و حدود مد نظر گرفته بر خانم‌ها یا باور ما نسبت به پیشرفت خانم‌ها در اون حد هست که فیصدی رو ما تعیین کردیم. به اساس از زمانی که ما برنامه خود مطرح میکنیم یا برنامه ما چون حاصل برنامه ما خصوصا در قسمت مشارکت بر اساس شایسته سالاری و قانون از رای قانون مداری هسته، به می خاطر باورمندی ما این است که اگر ما تعداد زیاد از خانم‌ها در جامعه افغانستان داریم که اینا میتونن واقعا سطح رهبری داشته باشن، در کنار اول بستر سازی برای از اونا و دیگر مشارکت از اونا باید از با هر طریقی که ممکن هست اینا ایجاد شوه. ما خودم نماینده مردم بودیم، شاهد از این بودیم ما چقدر تلاش کردیم تا بتونیم یک خانم را در قوی قضایی افغانستان بتونیم در امور رسم قرار بدیم، ولی خب متاسفانه همیشه وقت این باور وجود نداشت و همیشه گفته میشد خب خانم توانا وجود نداره، در که ما خانمای توانا زیاد داشتیم. از اون خاطر فیصدی ها محدود میسازه خانم ها رو، دروازه رو به یک نیو بسن. اگر از 25% زیاد شد چی؟ یعنی هیچ رای دیگه وجود نداره، بخاطر که ما تعیین کردن 25%. به من خاطر باورمندی ما به اساس اصل مشارکت و شایسته سالاری و قانون مداری این است که هر تعداد از خانمای نخبه افغانستان که میتونن واقعا ممثل اراده مثبت مردم باشن شامل از این پروسه شن، باید دروازه بسته نیست برای زنان توانا در کشور وجود داره. دقیقا. فکر میکنین که در حکومت آینده اگر شما پیروز شوین همین 3 وزیر در کابینه باشه یا نه این را بالا میبرین به 5-6-7؟ ما خدمتتان گفتم که ما محدود نمیسازیم حضور خانم‌ها را، از اون خاطر ممکن هست که ما عطا شاید به روز برسیم این یک شبه ممکن نداره. برنامه بر 5 سال هست و شما وقت 5 سال برنامه دارین قدم به قدم با نظر داشت، وقتی من اولویت اینجا بر شما مطرح کردم معنایش است که شما وقت اولویت ها بستر ساخته میرین قدم به قدم این قضیه به پیش میره، پس معلوم دار وقت شما سیر مشخص میشه. ما مثلا 5 سال مشخص ممکن بیشتر از او خانم ها توانا وجود داشته باشن که وارد از این عرصه شن و می خاطر فیصدی ها محدود میسازه، بلکه اصل باورمندی به توانایی زن افغان و اصل شایسته سالاری خودش میتونه دروازه رو باز نگاه کنه برای اینکه تعداد بیشتر از خانم ها بیان الگو های موفق بیان داخل برنامه شن و اینا برنامه رو به صورت خوب و مناسبش به پیش ببرن. یکی دوم از اینکه ببینین وقت ما متاسف هستم چون در افغانستان همیشه وقت باورها چنان صدمه دیده و فضای ما چنان صدمه دیده که همیشه وقت به قضایا با دید شک دیده میشه یا بالاخره تناسب ها یا حرف های که در موضوعات مخصوصا موضوعات کمپاینی بیشتر مطرح میشه بیشتر طوری هست که خب این حقیقت است که هر کس تلاش میکنه که مجموعه رای طرف خودش باشه، ولی من فکر میکنم وقت حضور زنان فعال در یک تیم هست و در عین زمان وقتی که باورمندی فرد یعنی قالب خورده از شخصی که خودش مطرح میکنه حتی صحبت شعارش باورمندی که واقعا برنامه عملی میشه. وقتی شما برنامه رو مدون دارین در دستتان به این معنا نیست که فقط برای دیزاین ساختین، برنامه بشکر. کاپی پیست نیست، بلکه برنامه‌ای هست که میتونه که عمو دیدگاه ها رو جلو به تو پیش بره و تمرکز داشت. تشکر خانم کوفی. آنچه که مهم است یکی از عامل یا دلیل خشونت علیه زنان در کشور عدم خودکفایی یا نبود امو اقتصاد درست خانواده ها است. برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی زنان چه باید کرد؟
اما برنامه قبلی که باید بیشتر تمرکز روی زنان که حالا در اطراف زندگی میکنن توجه شود و اگر توجه شود هم بعض فامیل ها هستن که شما میدونید که هم اقتصادشان خراب است و هم برای زنان اجازه کار در بیرون نمیتن. بالکل من موافق هستم با چیزی که شما گفتین. اولا خب ما باورم است که برای مبارزه برای تامین عدالت جنسیتی یا مساوات جنسیتی تنها مبارزه طولانی زنان نتیجه بخش نیست. ما باید هماهنگی و همکاری و به قول مشهور قول مردا هم داشته باشیم. اگر مردا قول نداشته باشن، یک اصطلاح بسیار مشهوری است که در کمپاین دکتر سیب استعمال شده بود که مردا را قول است. اگر مردا قول نداشته باشن، تعهد برای تغییر نداشته باشن، هر چی که ما مبارزه کنیم و برنامه خوب تدوین کنیم عملی نمیشه، برای اینکه ما عملا نتیجه داشته باشیم. داشتیم شما تعهد وجود داره؟ برداشت ما این است که قضايا بسیار تغییر کرده. برداشت ما این است که ما کسانی را داریم که اینا در کنار مردم افغانستان در بدترین شرایط بودن، کسانی را داریم که اینا در بدترین شرایطی که طالب دروازه های پیروزی و پیشرفت را که مکاتب است بروی مردم بسته بود، اما تحت قیادت یا در مناطقی که زعامت آقای دکتر عبدالله و تیمش بود در اونجا مکاتب باز بود. این نشان می تعهد در مشکل ترین شرایط. در قسمت سوالتان اگر اجازه بدین، در قسمت سوالتان البته زن جز لاینفک خانواده است. وقتی شما از اقتصاد خانواده گپ میزنین به شکل اوتومات از اقتصاد زن صحبت میکنین، یا برعکسش وقتی شما از اقتصاد زن صحبت میکنین به این معنا که اقتصاد خانواده به حد رسیده که اقتصاد زن بهتر شده. دسترسی زنان به منابع مالی، چی او منابع مالی، منابع مالی سنتی باشه چی هم منابع مالی حکومتی، کمتر بوده. یعنی منابع به هر حالت شما زمینه را فراهم میکنین برای ما. برنامه ما است که با تخصیص بودجه خاص برای کاریابی، وقتی ما کاریابی میگیم هدف ما الزاماً از تنها تشکیل حرفه نیست، کاریابی در عرصه زراعت، کاریابی در عرصه تمام سکتورهایی که موجود است، با تخصیص بودجه خاص برای اقتصاد خانواده ها کمک صورت بگیره، مخصوصا با تاکید اون مسئله که ما پیشتر گفتم که از طریق تشبثات کوچک. سپاسگزاریم. در صورت برنده شدن تان خانم رفعت، وزارت امور زنان به عنوان وزارت پالیسی ساز در کابینه حفظ خواهد شد؟ میخوام قبل از یک موضوع مطرح کنم که واقعا تیم وقت تشکیل میشه بسیار مهم هست حضور و شخصیت ها اینا. من امروز قبل از اینکه طرف میامدم یک نکته بسیار جالب را دیدم که در عین زمان بسیار متاثر کننده بر ما بود. امروز تیم دکتر سر عبدالله با دایکندی جلسه داشتن، حضور مردمی داشتن در اونجا و بسیار جالب بود که آقای محقق لفظ را استفاده میکرد در اونجا که بسیار به من جای تاسف هست. یعنی کسی که میخواد در معاونیت ریاست جمهوری قرار بگیره و شخصا توهین میکنه به یک نفر دیگه، من فکر میکنم مردم افغانستان باید این تحلیل داشته باشن که افرادی که اساکر جهاد هستند و اونا میرن بسیار موضوعات را مطرح میکنن و در اسلام خودش توهین یکی از قضایایی هست که بسیار زیاد نادرست هسته. این جای تاسف داره و نشان میده چقدر بعد از او تعهد وجود خواهد داشت به این قضایا. ولی میمونه موضوعی ازی که وزارت امور زنان، یکی از مشکلات عمده تا حالی بوده که وزارت زنان همیشه باعث وزارت پالیسی ساز هیچگاه نتانسته که در سایر وزارت ها یعنی بودجه خاص به خاطر پروژه عملی خود نداشته و اینا نتانستن که واقعا به صورت نتورکی یا چتری بتونن با سایر وزارتخانه در یک اجتماع هماهنگی مناسب به پیش برن و بودجه خاص برشان داده شود تا اینا بتونن برنامه‌های عملیاتی هم داشته باشن. ما فکر میکنم آن چیزی که نیاز هست برای وزارت امور زنان اگر اینا وقت باقی میمانن این است که از حالت پالیسی ساز به حالت عمل کننده و انجام دهنده عمل هم اینا تبدیل شه، مثل سایر وزارتخانه‌های سکتوری و اقتصادی. به دلیل اینکه وقتی اینا در حد پالیسی میمانن، شما دیدین که یک از دلایل عدم صلاحیت‌ها بیشتر شه و بودجه برشان مد نظر گرفته شه. در کوتاه‌مدت برای زنان چه وعده میتین؟ تا اشاره بکنین. ما باورمندی من یه سوال خود من واقعا تقاضا میکنم از زنان افغان، همونطور که نشان دادن در این انتخابات که حضور گرمشان باعث از این میشه در تعیین سرنوشت خود اینا قدم های مثبت و مؤثر را داشته باشن. باورمندی ما این است که با نظر داشت اولویت هایی را که ما تشریح دادیم، ما وعده ما به زن تمام زنان افغانستانی خواد بود که زن باعث یک فرد جامعه افغانستان دارای حقوق مساوی با مردان خواد بود و ما هیچ وقت زن از آدرس جنس دوم به او نخواد پرداختیم و این باور ما هست که زن قبل از مادر بودن، قبل از دختر بودن، همسر بودن شکر. یک زن هست و باید از حقوق انسانی و اسلامی خود برخوردار شود. سپاسگزارم خانم کوفی کوتا، اگر اشاره بکنین در کوتا مدت در صورت برنده شدنتان چه وعده میتن برای اگر زنان؟ اگر اجازه باشه پیش از یک دو مسئله رو میخوام اشاره کنم. شاید خواهر معرفت متوجه نبودن که وقتی قانون انتخابات تصویب میشد، مسئله 25% که شما گفتین در قانون اساسی است، در قانون انتخابات است، مسئله شورای ولایتی و شورای ولسوالی، او را متاسفانه تقلیل دادن به 20%.
شورا دادن این کار به میخاطر بود که من اشاره کردم شما گفتین که در قانون اساسی در قانون انتخابات مسئله شورا ولایتی جرگه قانون اساسی گفته شده 25 درصد باز میگه نه تنها در مسئله ولایتی جرگه گفته شده در شورای ولایتی و شورای ولسوالی ولی امور فالو میکنن در تمام تمام 25 درصد که در قانون اساسی گفته شده به خاطر از اینکه ما هم در شورا بودیم 25 درصد به معنای است که اون امور میخواین که به اساس اون مقطعی که در قانون اساسی به سرش تمرکز شده او را به ازمو فروات قانون به اساس ازمو انتباه استدلال که شده بود استدلال شما نبود وقتی قانون اساسی وقتی قانون انتخابات تصویب میشد استدلال همی بود که اگر شورای ولایتی و شورای ولسوالی را حضورش 25 درصد میپذیرفتن در قانون اساسی تسجیل میشد به خاطر بود که این ماده حذف شد و 20 درصد با تلاش زیاد خانمای شورا پس دوباره آوردیم تعهد مایی است که در یعنی بعد از اینکه در کوتاه مدت اولا همین ماده دوباره احیا شود که 25 یعنی یک تناسب بین زنان شورا و شورای ولایتی وجود داشته باشد دوم ما چرا از 25 درصد به عکس حداقل استفاده میکنیم البته حد اکثر نه به این دلیل که اگر تصور بفرمایید که اگر امروز مسئله 25 درصد نمی بود آیا زنان شایسته در افغانستان نیست ممکن بود که شما 69 درصد خانم را در شورا می داشتین طبیعتا ممکن نبود ما تنها 13 خانم داریم که در شورا که اینا برای خودشان آمدن اگر شما بگین بر اصل شایستگی تنها برنامه‌تان محور میکنین بر اصل شایستگی به این معنی در افغانستان هیچ زن شایسته نبود تنها 13 نفر شایسته بود که اینا برنامه به شورا ما با ما قبل نی بر ما بعد صحبت میکنیم ما قبل اشتباهاتش است که شما هم دیدین ما هم دیدیم و با خاطر اصلاح از باید به انتخابات برنامه ارائه کرد و اصلاحش کرد بله منطقی گپ همی است که وقتی شما از فیصدی اقل حداقل صحبت میکنین این حد اکثر رد نمیکنه فیصدی را ما به حیث حداقل پذیرفتیم برای اینکه شما میگین اصل شایستگی قبلی تان فرض شایستگی شما میپردازین اصل شایستگی اگر شما بگید اینا در کابینه پرداختن و موضوع رو از او صحبت کردن و ما به مو خاطر گفتم که وقت کابینه رو شما میگین شایستگی یعنی افغانستان زنان شایسته زیاد داشت که متاسفانه شامل نبود در برنامه شامل شد اگر شما بگید تمیز و میبکنین که تنها بر اصل شایستگی هیچ گاهی زنان شامل نمیشد سالاری و قانونمندی پس شما باور کنید که در افغانستان شایسته در افغانستان نیستن ما فکر نیستن برای شما بینده ها باور شما است که نیستن خدا نگهدار